با سلام به شما بینندگان عزیز کانال جدید، حمید اخشناس هستم به همراه همکارم جمیل فرزان. برنامه نگاه روز را به شما تقدیم میکنیم. حدود 4 ماه به انتخابات 92 باقی مونده و مردم سوال میکنن که در انتخابات 92 چه اتفاق خواهد افتاد. این موضوع گفتگو ما با مصطفی صابر است که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم. با سلام به شما مصطفی صابر. با سلام به شما و بینندگان عزیز. مصطفی تو میتونید جواب مردم بدی در اتفاقات در انتخابات 92 چه خواهد شد؟ من فکر میکنم شیطون هم نمیتونه، امام زمان احمدی نژاد هم نمیتونه، جمهوری اسلامی همیشه غیر قابل پیش بینی بوده، این انتخابات 92 از همیشه غیر قابل پیش بینی تره، چون که محل تلاقی همه معضلات و بدبختی های جمهوری اسلامی از همه بنبستاش، همه تناقضاش، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ موقعیت بین المللی، چه جنگ و دعواهای بین خودشون، اینا همه داره نهایی میشه و فیصله پیدا میکنه. یه جورایی به یک نقطه عطف تعیین کننده رسیدن. در نتیجه این انتخابات هم با همه اهمیت، همه میفهمن خیلی اهمیت داره و خیلی اتفاقات عجیب غریب ممکنه اتفاق بیفته، همه این انتظار رو دارن، ولی در این حال کسی هم نمیتونه پیش بینی کنه دقیقاً چه خواهد شد. فکر میکنید که خاتمی و اصلاح طلبات در انتخابات شرکت خواهند کرد؟ خب میدونید که نامه‌نگاری‌هاشون با خامنه‌ای شروع شده، میخوان شرکت بکنن اینها و یه سیاستی پیش گرفتن که به نظر من از موضع خودشون سیاست درستی است، یعنی به اصطلاح برگ برنده‌ای که دارن خاتمیه، میخوان اینو رو کنن در این جنگ و جدالی که اینا همه با هم دارن سر انتخابات و سر قدرت و سر قوه مجریه و اینا، سر آینده جمهوری اسلامی در واقع، و از این لحاظ سیاست تاثیرگذاری رو در پیش گرفتن. ولی این خاتمی خامنه‌ای فکر نمی‌کنم به راحتی کوتاه بیاد در مقابل خاتمی و دوست نداره اصلا خاتمی رو. تو انتخابات 88 هم گفت شاه سلطان حسین نمی‌خوام، خیلی شدید از همون اول مخالفت کرد، خودش رو بعد فورنگ و در نتیجه فکر نمی کنم خامنه ای رضایت بده، مگر اینکه خیلی دیگه به قول معروف سنبه پرزور باشد، یعنی دیگه اصلا هیچ راه فراری نداشته باشه که این کارو بکنه. به هر حال این حرکت اصلاح طلبا به پیچیدگی انتخابات 92 می افزایه. تکلیف احمدی‌نژاد این وسط چی خواهد شد؟ خب معمای بزرگ احمدی‌نژاد دیگه، احمدی‌نژاد یکی از چیزایی است که خیلی قضایا رو غیر قابل پیش بینی خواهد کرد. احمدی‌نژاد قبلا صحبت کردیم توی این برنامه ها، احمدی‌نژاد به نظرم یه نقشه دوردرازتری داره، احمدی‌نژاد خودش واسه آینده بعد از جمهوری اسلامی داره آماده میکنه، یه جور داره آلترناتیو میده در مقابل کل جمهوری اسلامی و خب اون بقیه هم همه اینو فهمیدن و دارن سعی میکنن که کنارش بذارن. حالا آلترناتیوش هم چقدر میشه و نمیشه کاری ندارم، یه چیز مسخره و بسیار ارتجاعی هست که میخواد امام زمان رو با کوروش و کبیر و اینا قاطی بکنه، یه مجموعه داره تحویل بده و بقیه همه سعی میکنن کنارش بذارن. اونم یه امکاناتی داره و یه دستش به یه جاهایی میرسه، مثلا فرض کن یکی از کارهایی که میتونه بکنه اینه که انتخابات رو برگزار نکنه، میتونه توی بساط اینا خلاصه اخلال ایجاد بکنه و نذاره که اینا کارشون رو بکنن. همه این امکانات احتمالات هست و اگرم به کاندیدش امکان بدن که بیاد و شرکت بکنه و اینا، اون باز اوضاع رو بسیار غیر قابل پیش بینی خواهد کرد. من فکر میکنم که باز خامنه‌ای سعی میکنه که کاندیدای مورد نظر احمدی‌نژاد به هیچ وجه نیاد، ولی اگه نظرم بیاد وقت اون میتونه اذیتشون بکنه. اینه که احمدی‌نژاد غیر قابل پیش بینی است و همه اتفاقی از اون میشه انتظار داشت. از ممکنه خامنه ای به احمدی‌نژاد مصالحه کنه یا با اصلاح طلبان مصالحه کنه، تکلیف خامنه ای این وسط چی است؟ چه موضوع گیری میکنه به نظر شما؟ درست میگید، خامنه ای هم هیچ چاره ای نداره، یعنی جز اینکه برای مثال فرض کن شاید با رفسنجانی مثلا فکر کنه آدم بیاد مصالحه بکنه یا یه کسی رو بیاره بذاره که یه جوری همه این جناها و اینا بجز البته احمدی نژاد اینها توافقی روش داشته باشن
ولی اینم واسه خامنه ای بازی به آتشه و راه رفتن روی تیغه، برای اینکه تمام این 7-8 سال گذشته به خصوص آسن آمدن احمدی نژاد و اینها یک به صورت فاکتور مهمش واسه خامنه این بود که اصلاح طلبا رو کنار بزنه و رفسنجانی رو کنار بزنه، و الان هم اصلاح طلبا که اغلبشون تو زندانن و حبسن و محرومن و ممنوع المنبرن، خود رفسنجانی ممنوع المنبر و دخترش زندان و پسرش هم دمه در زندان و اینا، و از همه اینا برگشتن و با اینا به توافقی و مصالحه رسیدن بعیده که اتفاق بیفته، ولی بایوس ممکنه تحت شرایط مجبور باشه که این کار رو بکنه، و خامنه ای واقعا من نمیدونم چی کار بخواد بکنه، یعنی هیچ آلترناتیو و چویس روشنی نداره، انتخاب روشنی نداره که بخواد وضع رو تغییر بده به صورتی که خودش دلش میخواد. در نتیجه مصالحه ممکنه ولی مثل جام زهر واسش، باید سر بکشه. این وسط فکر کنیم مردم چی کار میکنن با انتخابات 92؟ به نظرم مردم بی‌دقت دارن نمال میکنن، مردم در کمینن و منتظرن ببینن کجا شکاف باز میشه، اینو همه کس میدونیم، ولی چیزی که الان خیلی فاکتور تعیین کننده است این هست که اوضاع اقتصادی به شدت وخیمه، مردم امکان بقای حیات ازشون گرفته شده، مثلا ببینید همین چند روز پیش سر آب توی اصفهان اعتراض و شورش میشه و مردم آب ندارن، تو اصفهان آب ندارن، تو یزد آب ندارن، جمهوری اسلامی شرایط وجود آورده که اینجوریه، و این فاکتوری هست که ممکنه قبل از انتخابات خودشون نشون بده اصلا، یعنی در واقع یه فاکتور تعیین کننده اوضاع ایران، اوضاع بلافاصله ایران همین موقعیت اقتصادی و فلاکت وسیعی است که مردم در مقابلش عکس العمل نشون میدن، در نتیجه مردم منتظرن ببینن چه اتفاقاتی داره میفته و قضایای انتخابات رو خیلی به دقت دنبال میکنن، ولی از نظر مردم ممکنه اتفاقاتی قبل از انتخابات بیفته یا حتی اینا انتخابات هم برگزار بکنن بعد انتخابات اتفاقی بیفته، مسئله مردم نان آزادی رفاه و دنبال اینا هستن در خطوط کلیش، و انتخابات هم اگر واسه شون اهمیتی داشته باشه از این لحاظ اهمیتی داره که فرجه ای به مردم بده که بیان خواستا و مطالبات و امیال خودشون رو مطرح کنن و پیش ببرن. یعنی فکر کنین همون اتفاقاتی که در انتخابات 88 افتاد باید انتظارش هم در انتخابات 92 بکشیم یا داشته باشیم؟ به نظرم مثل 88 نمیشه، 88 بالاخره اینا یادتون باشه 4 نفر رو گذاشته بودن و گفتن این 4 نفر همه نمیدونم ارکان نظام هستن و بودنم، یکیش رئیس مجلس سابق بود، یکیش نخست وزیر سابق بود، یکیش نمیدونم رئیس سپاه پاسداران سابق بود، یکیش هم که احمدی نژاد یه دوره رئیس جمهور بود. به نظرم و دیدیم چه بلای سرشون اومد و دیدیم که چطور مردم استفاده کردن از شکاف‌های اینا و ریختن سرشون، به نظرم هم مردم جمهوری اسلامی از انتخابات 88 درس بزرگی گرفته و تمام تلاشش اینه که مانع هر گونه شکافی در بالا بشه، هر گونه جای شکافی که مردم بتونن وارد بشن، برای همین هم میگن امنیتی میشه نمیخوایم فتنه تکرار بشه اینا، بذارم اونا درسشون رو گرفتن و نمیذارن تکرار بشه، مردم هم درسشون رو گرفتن، مردم به نظرم این بار وارد بشن دیگه موسوی و کروبی و اینا هیچ یعنی از اون دفعه قبل خیلی بیشتر واسه شون بهانه است و مستقیما مردم وارد بشن علیه جمهوری اسلامی است با همون مربر دیکتاتور و مربر ولایت فقیه شروع میکنن، نه مثلا رأی منکو اینا. منتها تفاوت بزرگ با 88 اینه که اصلا از اون ابتداش به صورت 88 نخواهد شد، بالاخره 88 یه واقعی بود اتفاق افتاد و عیناً تکرار نمیشه، علاوه همونطور که گفتم مسئله اصلی که ممکنه حتی به انتخابات هم نکشه و یا اگر انتخابات هم برحال خامنه یه جوری سرش رو هم بیاره و همه رو سر جاشون بنشین و زیر زیرکی یه توافقاتی بکنن از سر بگذرونه، باز مسئله اصلی باقیه و مسئله اصلی این هست که این جمهوری اسلامی به هیچ رقم نمیچسبه به جامعه ایران، مردم به شدت فقیر و گرسنه‌ان و باید این رژیم از جلو پاشون بردارن که بشه نفس بکشید.
مسئله اصلی است و این با انتخابات، بی انتخابات، قبل از انتخابات، بعد از انتخابات، این باید مسئله حل بشه. بله، منتظر هر اتفاقی ممکنه باشیم. با تشکر از شما از وقتی که به ما دادید، مصطفی صابر عزیز. خیلی متشکرم. و با تشکر از شما بینندگان عزیز به خاطر توجه شما به این برنامه. ساعت و روزهای خوشی را برای شما آرزو می‌کنم.